اگر بیماری فک پایینش جلو باشه حتی 1 میلی‌متر که تو این عکس هست، بله، خیلی خوشایند نیست. وقتی که بیمار رو از کنار نگاه میکنیم فک پایین جلوست و وقتی هم که بیمار صحبت میکنه دهانش رو باز میکنه یک حالت پیر به بیمار نشان میدهد. خب وقتی که بیمار ارتودنسی میشه و فک پایینش به عقب برده میشه ظاهر خوشایندی رو پیدا میکنه. درست. خب این حرکت فکی کل سیستم بافت نرم رو جابجا میکنه. حتی فک بالا رو که ما میاریم جلو میتونه رو بینی تاثیر بگذاره. بله. روی گونه تاثیر بگذاره. بیمار رو وقتی که میاد فک بالاش عقبه، من احساس میکنم که در مخیلم دارم 2 سال بعدش رو میبینم. درسته. که دارم چه کارش میکنم، به چه سمت و سوی میرم. گاهی وقتی ما آنالیز هایی داریم که توی اون رادیوگرافی بیمار هست، وقتی بیمار رادیوگرافی میگیره میتونیم اون رادیوگرافی رو آنالیز کنیم که دندان ها چقدر ما میتونیم روی اونا تغییر بدیم، چقدر جا به جاش کنیم، با جا به جای اینها چقدر لب ها میتونه بالا و عقب بره، جلو بیاد عقب بره. خیلی از بیماران مثلا تو این کیس فک بالا وقتی عقبه دوست دارن این لب بالاشون جلو بیاد، پس ما باید چه بکنیم؟ دندون ها رو جلو بیاد. آها. فک این رو جلو بیاد. تو اون بیمار نباید ما ازش دندان بکشیم. چون اگه دندان بکشیم فک به خصوص فک بالا عقب میره. چون وقتی چیزی رو ازش میکشن کوچیک میشه، تنگ میشه، کلاپس میکنه، کم میشه. ما تو اون کیس اصلا نباید ازش دندان بکشیم. باید با ترفند هایی که داریم، با دستگاه هایی که داریم فک بالا اون بیمار رو بیاریم به سمت جلو. بسیار خوب. تصاویر بعدم میتونیم ببینیم آیا دکتر که توضیح بدین. حالا برعکسش تو این بیمار فک پایین عقبه. درسته. بله. اینجا باید فک پایینش رو بیاریم جلو. این بیمار چانه نداره. فقط از کنار نگاه میشه، حالا نمای چپ و راست. بله، پیداست. چانه نداره. یک ناهنجاری در بیمار هست که خوشایند نیست. خب این وقتی فک پایین آورده میشه به سمت جلو، چانه رو هم با خودش میاره به سمت جلو. حالا با ترفندهایی باید این فک پایین رو به سمت جلو آورد و برای بیمار چانه درست کرد. ما یک آنالیز داریم، شاید تو اسلاید بعد باشه. ببینیم، خواهش میکنم اسلاید بعد رو. البته اینم یه بیمار دیگه است که حالا فک بالاش عقب بوده که آوردیمش جلو. ببین بینیش هم وضعیت بهتری پیدا کرده. دقیقاً. آره، همینطوره. قوس بینی هم خیلی قوس بینی تاثیر میگذاره. حتی رو گونه تاثیر میگذاره، روی بینی، روی لب بالا. در واقع هر چیزی در مجاورت فک وجود داره تاثیر خودش رو میگذاره. بسیار خوب. اسلاید بعد لطفاً. این اسلاید بود که خدمت شما گفتم. ما یک خطی است. آها، این خط رو می‌خواستم. که از چانه به نوک بینی وصل می‌کنه. در حالت نور باید در واقع لب بیمار یه مختصری از این عقب‌تر باشه. لب بالا یکم عقب‌تر، مثلا هولوش 4 میلی‌متر، لب پایین 2 میلی‌متر عقب‌تر باشه. یعنی اینو خودمون هم میتونیم توی عکسایی که از نیمروخ خودمون داریم آی دکتر خط فرضی رو بکشیم. تا حدودی میشود کشید. تا حدودی میشود کشید. حالا البته این تاثیر میگذاره ها، روی بستگی به نوک بینی هم داره. بیماری خیلی بینی بزرگی داشته باشه، آها، پایین افتاده باشه، بالا افت، اینا همه تاثیر ولی استاندارد اینه که لبمون یکم عقب‌تر باشه. استانداردش اینه. آها. ولی بر اساس بیمار میتونه متفاوت هم باشد، ولی استانداردش به این طریقه. ولی بیماری که مراجعه میکنه حالا علاوه بر رادیوگرافی این آنالیز بافت نرمه، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که موقعیت لب ها باید نسبت به این خط در یک جایی قرار بگیره. حالا ما باید تو این کیس نگاه کنیم چقدر لب بالا عقبه. درسته. ما باید چیکار بکنیم در این کیس؟ از این راه رو به ما الان داره میده، طرح درمان رو داره بیمار خودش. فک بالا بیاد جلو دیگه. فک بالا بیاد. درسته. حالا ما با دستگاه یاد گرفتم از شما ای دکتر. حالا با دستگاهی به بیمار بدهیم که فک بالا چیکار کنه؟ به سمت جلو بیاره. از بیمار نباید در این کیس دندان کشید. چون دندان بکشیم عقب‌تر میره. درسته. با ترفندهایی باید این فک بالا رو به سمت جلو بیاریم. وقتی میاریم لب بالا میاد به سمت جلو، بینی وضعیت بهتری پیدا میکنه. حالا ممکنه بیماری هم باشد بره بینی رو هم جراحی بکنه، اون اصلا یه پروسه دیگه است، یه چیز دیگه است. ولی ما با ارتودنسی که میکنیم وضعیت بهبودی به بیمار میدیم. درسته. حالا برعکسش یه بیماری خیلی لبهاش جلوست، از بیمار ممکنه دندان بکشیم. آها. به سمت عقب. میبینین اینجا میتونه طرح درمان بر اساس کیس اصلا متفاوت باشه. بسته به هر شخص تغییر میکنه. بسته به هر شخصی تغییر میکنه. یا این بیماری که الان مثلا چانه نداشته در فک پایین، اینجا فک پایین به سمت جلو آورده شده. درسته. که این راه هوایی بیمارم دچار مخاطراتی بود که با همین درمان راه هواییش هم بهبود پیدا کرد. که شبها از خواب بیدار میشد،
با هخق و با ناراحتی که خیلی خطرناکه، چون بیمار رو به سمت سوی مرگ میبره اگر بیمار شب ناخودآگاه و یک مرتبه و بدون پیشاگهی از خواب بیدار شه و نتونه تنفس بکنه که تنفس بیمارم بهبود بخشیده شد. میخوام خدمت شما بگم که این راه درمان ما مشکل اولیه بیمار رو باید پیدا کرد، بر اساس مشکل اولیه بیمار مسیر را رفت. خب معتز مشکل رو که پیدا میکنیم باید علتش هم پیدا کنیم. حالا تو جلسات قبل با هم صحبت کردیم، باید تنفس دهانی باشه باید حل بشه، ممکنه عادت میکیدن انگشت باشه باید حل بشه، از یک بیماری دندان میکشیم از یک بیماری دندان نمیکشیم، اینا رو بر اساس شرایط بیمار میتونیم تصمیم بگیریم. و دندون های نیش رو حتما نمیکشیم، حفظ میکنیم. دندون نیش جنایته به قول خودتون. ما دندون نیش رو حفظ میکنیم، مگه دندون نیشی باشه که نهفته باشه افقی قرار گرفته باشه نشه حفظش کرد، اونجا دیگه چاره نداریم، اونجا دندون رو میکشیم. اینجا بر اساس شرایط بیمار میتونیم تصمیم بگیریم که برای بیمار چه بکنیم. همیشه وقتی که بیمار با ما مراجعه میکنه، به خصوص فکاش عقب و جلوست، ما ترسیم میکنیم که وقتی که فک رو جلو عقب میبریم چه تأثیری بر فکینش ایجاد میشه و همین توضیح رو به پدر مادر میدیم. مثلا فک پایین بیمار عقبه، فک رو آوردیمش به سمت جلو، بیمار میگه که کودک من فکش عقبه میاد جلو. اگر بیمار در شرایط سنی خوبی با ما مراجعه کرده باشه، قبل از بلوغ با مراجعه کرده باشه، با یک دستگاه ساده اتوماسی میتونیم فکش رو بیاریم به سمت جلو. درسته. یا فک بالا عقب باشه بیاریم جلو. یه مقدار فک پایین وقتی جلو هست یه مقدار درمانی سخت‌تره. یکی از سخت‌ترین ناهنجاری‌ها ناهنجاری است که فک پایین جلوست. ببینین بیمار وقتی فک پایینش جلوست، 7 سالشه 8 سالشه مثلا در این قدر قرار گرفته، ما به پدر مادر میگیم حتما بزرگ میشه رشد میکنه، فک پایینش هم رشد میکنه میاد جلو. کنترل اون سخته، چون فک رو میبریم عقب ولی بیمار باز رشد میکنه. اون کیسا معمولا جراحی فک هم میخواهند. یعنی یکی از سخته ناهنجاری های ما ناهنجاری های دندانی فکی است که فک پایین جلوست. و اینو البته جلسات قبل هم اعلام کردیم که بهتر است قبل از سن بلوغ مراجعه کنن والدین، برای اینکه بچه هاشون چکشن، یعنی بررسی شه ماجراشون، ببینن آیا نیاز به ارتودنسی دارن یا نه. و اگر قبل از سن بلوغ باشه با اون دستگاه های در حقیقت متحرک می شود که اصلاح فک رو انجام داد، در غیر این صورت و سن بیاد بالاتر اگر نیاز به جراحی فک هستش و قصه مقداری سخت‌تر میشه. من یک نکته رو خدمت شما اشاره بکنم که خیلی وقتا مریض‌ها از ما میپرسن، میگن آیا ارتودنسی باعث ایجاد پوسیدگی میشود؟ میشود. خب ببینید، منی که حالا یا شما یا هر کسی دیگه ممکنه سیب ارتودنسی دهنش نباشه ولی پرکردگی داشته باشی. درسته. خب پس اگر پرکردگی یا پوسیدگی به خاطر عدم رعایت بهداشته، شما اینکه الان سیم ارتونسی ندارید دندون پر کرده دارید، پس عدم رعایت بهداشت باعث این عمل شده. حالا اگه سیم ارتونسی داشته باشین وظیفه شما دو برابره. درست. باید اونجا رو خوب تمیز بکنی. اگه تمیز نکنی غذا زیر اون سیما چیکار میکنه؟ گیر میکنه، غذا زیر اونها میفته و ایجاد پوسیدگی، میکنه. پس ارتونسی به خودی خودش باعث ایجاد پوسیدگی نمیشه ولی مستعد کننده است، یعنی بیمار باید خوب زیرش رو تمیز بکنه. اگر زیر اون سیم رو تمیز نکنه غذا گیر میکنه و باعث ایجاد پوسیدگی میشه. پس نمیتونیم بگیم که ارتودنسی نکنیم. ارتودنسی اگه دندانی نامنظم باشه، نابهنجار باشه، فکن جلو عقب باشه، ما ارتودنسی میکنیم ولی باید رعایت بکنیم. در حین درمان ارتودنسی بایستی که بیمار خوب مسواک بزند. من اینجا یه دونه اگر فرصت هست، ما 20-30 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر. عزیز مریضا از من میپرسن که ما امکان مسواک زدن در ظهر نداریم، مدرسه ایم، دانشگاهی، محل کارمونیم، اداره هستیم. به بیمار میگوییم که شما باید بهتره که بعد از هر وعده غذایی مسواک بزنی، ولی اگر نمیتونی شب قبل از خواب، صبح بعد از صبحانه. درست. شب قبل از خواب، صبح بعد از صبحانه. چرا؟ چون بیشترین زمانی که دندان ها تمیز میمونن بعد از این دو حالته. چون قبل از خواب یه مدتی آدم خوابه، دندان ها تمیزه، بعد از صبحانه یه تا ناهار بخواد بخوره و اینها یک زمان طولانی. میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. اگه کسی ظهر نمیتونه مسواک بزنه، اگرچه بازم توصیه میکنیم که بعد از وعده غذایی مسواک زده شود. بسیار خوب، خیلی متشکرم.